ببینید، ما به اصطلاح مواضع سیاسی سیاستمداران رو باید بر مبنای پیامدهای ملموس مشخصی که دارن مورد توجه قرار بدیم، نه در دنیای انتزاعی. واقعیت امر اینه تا زمانی که ایران بخواد به حماس کمک بکنه، حماسی که خانه نابودی اسرائیل و کمبود تشکیلاتی که حتی در رابطه با مردم فلسطین در نوار غزه یک تشکیلات تروریستی و شبه فاشیستی است از هر جهت، حتی اسرائیل هم که در نظر نگیریم و رفتاری رو که با مردم غزه که نسبت به مواضع حماس انتقاد داشتن داشته زمانی که کنترل میکرده اونجا، و بعد اینکه تا زمانی که وقتی که رژیم جمهوری اسلامی صحبت از اینکه آزادی و رهایی قدس بخشودشون تمامیت اسرائیل و خامنه ای موضعش راجع به اسرائیل چیه؟ میگه اسرائیل سرطانیست که باید نابود بشه. تا زمانی که جمهوری اسلامی این موضع رو با نسبت به اسرائیل میگیره، بهبود روابط بین‌المللی ایران با جهان خارج امکان پذیر نیست، خصوصا در شرایط کنونی. انتخاباتی که در به عنوان یه واقعیت انتخاباتی که در آمریکا وجود داره بین پرزیدنت بایدن که در گذشته علاقمند به احیای برجام بود، که این احیای برجام در ایران مورد حمایت خامنه‌ای قرار نگرفت، ظریف و روحانی تلاش کردند و در واقع به نتیجه رسیدن که برای کارشناسان قابل قبول بود، ولی خامنه این رو رد کرد. اگه تا زمانی که این تقابل وجود داره، به نظر من تو انتخابات در دنیای واقعیت بایدن هرگز قدمی در جهت به اصطلاح بهبود رابطه با ایران بر نمی داره، به این دلیل که تصویر ایران در ذهنیت مردم آمریکا و در رای دهندگان یک تصویر بسیار منفی است و به طور کلی نسبت به ایران احساسات تند ضد به اصطلاح ولایت فقیهی وجود دارد، هم بین کارشناسان و هم به جمعی مردم. بنابراین اگر او درست میگه که تا در قفس زندگی کردیم نمیتونیم پیشرفت اقتصادی داشته باشیم، یعنی اینکه میخواد روابط تجاری و اقتصادی خودش رو که ایران در واقع صادر کننده نفت و گاز و منبع اصلی درآمد این کشور دقیقا در این سیستم صادراتی نفت و گاز، اگر اینها رو در دنیای واقعیت میخواد، باید از نظر سیاسی و روانشناسی رفتاری داشته باشه که ایران به عنوان خطری برای نیروهای منطقه مطرح نشه. و اگر چه واقعیت تغییری که موزیری که رژیم جمهوری اسلامی و دست راستی های اسرائیل، من اسمشون حزب اللهی های یهودی و حزب اللهی های ایران، دشمنان دوستن، در intimate enemies، برای اینکه هر چقدر که مواضع تند و تیز میگیرن، مواضع تند و تیز او دیگر طرف دیگر رو تقویت میکنن. بنابراین موضعی رو که بر مبنای این دو نامه، که امیدوارم این دو نامه بیانگر موضع آقای پزشکیان نباشه، بر مبنای این دو موضع که خیلی روشن به هر دو اونها میگه سیاست و روش ایران تاکنون صدها بیلیون دلار به نیروهای نیابتی خودش در منطقه کار کرده و خود او بارها سوال رو مطرح کرده که پیامد ملموس مشخص از نظر اقتصادی و از نظر امنیتی این مخارج هنگفت برای ایران چی بود. و بالاتر از این، آیا مردم ایران دقیقا میدونن که رژیم چقدر کمک‌های مالی، نظامی و اقتصادی به این گروه‌های نیابتی خودش کرده؟ به هیچ وجه. بنابراین او در واقع این سیستمی که خامنه‌ای دنبال کرده، سیستم تقابل، سیستم این که امت سازه، ضدیت با منافع ملی ایران و ضدیت با خواسته‌های بیش از 60% از مردم ایران که زیر خط فقر زندگی می‌کنند و به طور کلی بیش از میلیون‌ها ایرانی که از کشور خارج شدن به دلیل فساد اقتصادی و تندروی‌های فرهنگی و اجتماعی که اینا وجود داشتن. آیا آقای پزشکیان میخواست نماینده تغییر و تحولی در رابطه با روابط خارجی ایران باشه که حتی حدی بتونه پیامدهای مثبت داخل هم داشته باشه؟ این دو نامه در واقع تأیید مواضع گذشته ایران و ضدیت با مواضعی است که خود او در دوران انتخاباتی می